هیوادوالو سلام ستړي مسې وختم په خیر خدای دې وکړي چې ټول بروغ جوړ خوشاله سوکالی او د صحت او عافیت جامې په خپل تان ولري ان شاء الله چې ورځ به په خیر سره پای ته رسولي او په ماخام کې بدل مر ماخام خبرونه لیدون کې لشپاک نه تر بوجو پر د ترشتي کې کولای شي چې موږ خبرونه وکړي تر پای را سره په خبرونه کې ډېر تکړه پایسته د میرمنې دې را سره کوم چې ډېر ښه خبرې لري د ویلو لپاره تاسو کولای شي دغه خبرې واوري او همداسې د شپږ په فرق کې هم شیر احمد نن لکه څه ځانګړي خوړ درته تیاری تاسو کولای شي په خپل کورونه کې تیار کړئ او کچیرته بیا غواړم یادونه کوم غواړی موږ سره په خبرونو کې همکار اوسئ نو کولای سئ د خپلو سیمو او ولایتو انځورونه موږ ته راولیږئ د خبرونې په اړه کچیرته نظر نیوکه او وړاندیز لرئ هم موږ ته یې د واټساپ په شمیره باندې پرېښودلی سئ شیر احمد السلام مسئ څنګه مننه خیر سي تاسو ستړي مشئ لیدونکو ته ښه راغلاست یو خبرونه لمر ماښام پیل شوه د خیر نن لپاره یو خواږه خوړ تیاروم چې دې سره میوه هم کارول کیږي استفاده کیږي لمن چې تاسو هم خوښ شئ او تیار کړئ بالکل ډېر ښه ده ډېر ښه خواړه تاسو کولی شئ په خپلو کورونو کې تیار کړئ موضوع څه غواړم ورته یادونه وکړم د میرمنو فعالیت په افغانستان کې په دې وروستیو دوه لسیزو کې باید ورته اشاره وکړو بیا به په افسوس په دې اخرو کې ډېر زیات سوی ده او دا ډېر ښه خبر ده ځکه اوس میرمنې که چیرته وګورو په افغانستان کې په هر بخش کې بیلابیل فعالیتونه لري دوی په اقتصاد کې په سیاست کې او همداسې که وګورو د صنعت برخه کې ډېر ښه پرمختګونه سوي د میرمنو لخوا تجارت کې ډېر ښه تجارانې موږ لرو اوس دا ډېر ښه کار ده لکه موږ په خبرونو کې همیش یادونه کړې ده له څه موده وړاندې خبرونو کې موږ یادونه کړې په قندار کې کومه نانوایي چې د میرمنو لخوا میرمنو ته جوړه سوې وه ډېر ښه فعالیت یې کاوه او ټولې پکې میرمنې وې دوی کولای سي د خپل کور عاید لاسته راوړي دا ډېر ښه خبر و ډېر ښه کار و چې ترسره سي همداسې موږ او تاسو شاهدان یو چې میرمنې اوس دوکانونه لري حتی دوکانداران یې دوی چې کوم شی نه مثلا په کور کې جوړي داسې نورو میرمنو سره دوی قراردادونه کړي هغوی ورته جوړوي بیا دوی پلوري دا ډېر ښه خبر ده د دوی په ژوند باندې ډېر ښه تاثیر لري داسې دوی کولی شي د خپل کور حلاله نفقه را پیدا کړي او خپل کورنۍ نورو غړو سره لاقل لاس یو کړي او څه نا څه خپل اقتصادي مشکلات حل کړي دا ډېر ښه خبر ده انشاءالله چې همداسې دوام ورکړي او خدای وکړي چې میرمنې نور هم ورته زمینه مساعده شي چې پرمختګ وکړي لکه څنګه چې د نجونو لپاره دغه پانتونونه بېرته د دوی په مخ باندې پرانیستل سو ډېر ښه هرکلی وسو د پانتونونو د شروع کېدو لومړۍ ورځ نه زموږ په تېرو خبرونو کې مې یادونه وکړه شیر احمده بالکل الحمدلله ورځ په ورځ خلک ډېر خوشبینه کېږي خوشحاله کېږي دا هر څه چې دي په څنګ کې کومې تلاشیګیانې چې کابل او ولایت کې شروع شوي دي نه نوي فیصد خلک خوشحاله دي هغه یو فیصد نه پوهېږم چې ولې په دې کار باندې خفه کېږي دا خو ډېر یو ښه کار دی که موږ په دې کار خفه کېږو دا د دې معنی لري چې موږ نه غواړو چې دا کوم د شپې د خوانه چې غلاګانې کېږي د ورځ د خوانه د چا موټر غیر قانوني سلا همدغه لامل ګرځي چې سبا ورځ د یو بېګناه انسان وینه تویږي او هغه په قتل رسیږي نو دا ډېر ښه کار دی او دا ډېر ښه اقدام شوی دی او ټولو ځایو ته چې تللي ډېر ښه رویه یې کړې ده خو ځینې ځایو کې چې خلکو شکایت کړی هغه ډېر فیصدي کم دی او شاید هغه کورنۍ د خوانه کوم اکثر عمل کې ورخودلی وي هغو بې خفه شوي نو فرق یې موږ او تاسو که وکیل د ګزار ورسره یي او مولوي صاحب د ماجد ورسره یي ډېر هغه ځایو باندې چې شک لري لکه بکسونه دي بسترې دي مهم دي کوم ځای نه چې مثلا شک کوي دغه موږ ګورو نو دې کې خو کومه خبره نشته خامخا چې یو ځای لټی لږ کالي تیږي بلته به یې ټولی ته سم راواخله بلته یې ټول کړه ستونزه زه زما په نظر به نشته نو دا د هر چا خپل نظر دی زه په دې ډېر خوشحاله یم ځکه چې همیشه وخت ماښام نه وروسته کرایي موټر کې زموږ تاسو هیوادوال ایریږي کله موټر ته ګوري دوه درې نفر ته ښه وګوري بعد هغه بیا کښېني ځکه دې دپاره چې ودرېدي کې داسې خلک نه وي چې ما لوس نه کړي بل شی خو راسره نشته یو ټلیفون دی او دوه درې زره روپۍ یا زره روپۍ افغانۍ مې جیب کې دي په دې باندې خدای مه کړه ماته زخمی نه شم مرګ جوړه را ته وانه وړي که نه داسې ستونزې دي دا ډېر ښه سو دا تلاشي چې کومه شروع شوې ده ځکه موږ په تېره کې دغه و شیر احمد به خبر مې دونه شاهدان دي دي و چې په یو واړه موبایل ته یادونه وکړي په یو څو زره افغانۍ بچي په دې باندې ببسته انسان وزل کېده مثلا سلا دومره ډېره سوې وه هر چېرته غله ډېر سوي وو د دې له منځه وړلو لپاره
چې دا غیر قانوني سلاوي چې هر چا سره دي، هغه کسان چې غواړي امنیت صدمه ورسوي په ښار کې، د امنیت ټینګولو لپاره ډېره ښه مسله ده. ټول هیوادوال ورسره موافق دي، ټول خوشحاله دي دې تلاشي نه. شیر احمد یادونه کړي 100% خلک دي چې هغوی نه غواړي دا تلاشي ترسره شي، خو طبعا په دومره لویه ټولنه کې امکان نه لري چې یو کار ترسره کیږي مکمله، یو ټولنه دې په 100% راضي اوسي یو کار نه، خو مهمه دا ده چې ډېر خلک ورنه راضي. اته په هغه کې ځینې سیاو کې چې ولی غټې وي دلته پرتلې پیدا شوې دي، او ټوپک خلک اچولي، مرمۍ اچولي، ځکه دا د تلاشۍ ګټه ده، ځکه هغه ډار شوی دی وایي چې بده زما کور ته را نشي، ما مونې نیسي که نه. او هغه چا کور کې چې ټوپک هغه هم راوتې دي، هغه ته یې دومره ویلې پوښتنه یې کړې چې دا دې کمه کړې، او کلي د پخواني نظام سره وایي هېڅ مشکل نه و، ته ټوپک ته نیولې خپله په کور پاتې شوی. نو ښه به دا وي چې موږ تاسو دې باندې خوشحاله شو، نه چې خفه شو. 15-18 کاله مخکې داسې کار به کېده ډاکټر نجیب په حکومت کې چې کور په کور به تلاشي کېدله، دغه نه دې خواته بیا نه وه شوی. زه لا دا وایم شیر احمده، ښه ده چې وخت ورته وټاکل سي، په ټاکلي وخت کې یو ځل حتمان باید ترسره شي، مثلا دوه میاشتې درې میاشتې کې یو وارې حتمان باید کورونه تلاشي شي، لکه دا خو اوس مثلا بیا ډېر غټه کار دی، او هغه د چې کوم ځایو باندې بیا شک لري خپله یې پوهېږي، خو بیا د دغه لپاره د امنیت لپاره هم ډېر ښه ده ترسره شي، خلک باید ورنه خوشحاله شي، هرکلی دی وکړي، ډېر ښه کار دی چې ترسره کېږي. او په اکثر مناطقو کې فکر کوم د کابل ولایت نه شروع شوی ده دا تلاشي ترسره شوې ده، انشاءالله چې په سر تا سر د افغانستان کې اوسي. شیر احمد څه شی تیارې؟ نن کیوي فرین تیارو، جیلی سره چې دا ډېر یو ښایسته رنګ لري، دا به بیا یو غټ غوري کې جوړوو، ځکه چې اول فرین اچول کېږي، بیا به کیوي القه القه کېږي، په دې پسېره به بیا موږ جیلی اچوو. او شیدې چې دي یو نیم لیټر ما راخیستې دي، نیمه کیلو کیوي دي، او بوره 1500 ګرام کارول کېږي، جیلی دوه پاکټه، ډېر کم شین رنګ لري، هغه دپاره ما هغه راخیستی دی. او نشایستې وړو اړتیا قدر دالچینی ډېر کم ورسره کارو، خوند دپاره یې ډېر ښه دی. لومړی چې دی اور به بلوو، او کله چې شودې ښه ګرمې شوې آماده شوې، بیا به موږ ورسره بوره، دالچینی او نشایستې اوړه به په آخر کې لږ لږ اچوو، په اندازه به یې لږ زره کلکوو. نسبتا چې تاسو جیلی پکې کاروئ، لږ زره یې کلکه جوړه کړئ، تر څو جیلی د فتن خونه اچول کېږي، او 15 دقیقې اقلا 10 دقیقې تیر شي، وروسته هغه نه بیا کولی شئ جیلی ورسره زیات کړئ. یو نیم لیټر شیدې زیاتې کړلې، وروسته د دې نه بوره، دالچینی وغه اچوو، بیا په آخر کې کیوي القه القه کېږي، جیلی سره هم د درې قشقه بوره اوبه کوو، د کیوی په سر به دا اچوو. بیا ډېر یو ښایسته رنګ لري، جریان د پروګرام کې د خیر سره بیا تاسو تولیدونکو ته وښیو. ډېر ښه ده، رښتیا هم ډېر ښه خوړې تاسو کولی شئ تیاره کړئ په خپل کورونو کې، په خصوصي داسې د کلیزه یا داسې کوم مراسم چې بیخي کولی شئ. لنډه شانده مال ورو اوس هم بېرته له دمې بیا راګرځو. لیدونکو بیا هم ستړي مسئ، په خیر راغلئ خپرونې ته، او مننه لدی چې لمر ماښام خپرونه ګورئ. راسره په سټوډیو کې د مستوره سیلاب د پوهنتون استاده محترمه راسره ده په خپرونه کې. دوی به موږ سره د هغه خویندو په هکله چې دوی زده کړې کوي، خو د ذهني فشار له امله یا داسې د کورنۍ ستونزو له امله نه سي کولی سم خپل درسونه زده کړي، ورته رسیدګي وکړي، په دې موضوع باندې به راسره خبرې اترې ولري. استاد سلام، ستړي مسئ، په خیر راغلئ خپرونې ته. ډېره مننه، سلامونه تاسو او ټولو لیدونکو ته. وعلیکم السلام استاد، وخت مو څنګه تیریږي؟ خطی دیگه ناروغه نیم دی که ندام موسمی ناروغه نیم دیگه و ده دقیقا الله تعالی دی طول مریضان تا شفا ورکی. آمین. استاد موضوع ښه موضوع ده، نن سبا شرایط ته په کتو اکثر نجونې دي چې دوی ته ما یادونه وکړه د بېلابېلو ستونزو له کبله نه سي کولی خپل درسونو ته رسیدګي وکړي، یا داسې ذهني فشار له امله نه سي کولی سمې زده کړي، حتی په مکتب کې یا په هر ځای کې چې دوی درس وایي، دوی باید څه وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې اول دا باید ووایو چې اساسي منشأ د دې یا تهداب د دې هغه تفاوتونه دي چې د نجونو او هلکانو ترمنځ مد نظر نیول کېږي. ډېری داسې فامیلونه دي چې په هغې کې دوه نجونې دي، دوه هلکان، اولویت او برتري دې ته ورکول کېږي چې هلکان مکتب ته لاړ شي، د هغوی مکتب خلاص شي، اقتصادي مصارف د هغوی پوره شي، دویم ځل بیا نجونو ته زمینه د دې مساعده شي چې هغوی مکاتبو ته لاړ شي او هغوی پوهنتونونو ته لاړ شي او خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي.
متاسفانه او بدبختانه په دې تیرو شلو کلونو کې بیا هم لیک څنګه کار سوی وو اما په دې اواخرو کې بیا هم دغه د پخوانی عرف او عادت یو متاسفانه چې بیا هم رایج کیږي او په اولویت کې هلکانو ته وخت ورکول کیږي دویمه مرحله کې انجونو ته اکثریت فامیلونه داسې فکر کوي چې کله جلکی تحصیل کرده سی یا دې ته زمینه د تحصیل برابره کې یا دا مکتب ته ولیږي نو خدای نخواسته داسې نه وي چې یو مشکل خپل فامیل ته جوړ نه کړي یا مثلا په اجتماع کې څوک ورته بد ونه وایي یا د دې چار اطراف خلک چې دي مثلا ترور برونه یا چار اطراف هر هغه عضو د فامیل چې ده ده ته په بده سترګه ونه ګوري او لامل یې هم همدا ده او متاسفانه چې هغومره فشار چې بیا که چیرې دوی ته اجازه هم ورکول کیږي مشروط په بعضې مسایلو باندې ده سید مکتب ته به ځې خو ګوره دا مسایل به ما د نظر نیسي سید مکتب ته به ځې خو هلک به خصوصي مکتب ته ځي ته به دولتي مکتب ته ځي یعنې دغه تفاوتونه بایسته دي کیږي چې په لومړي سر کې د دوی هغه د مکتب پایل ډېر په مشکل باندې کیږي وروسته کله چې بیا دوی مکتب ته ځي او آهسته آهسته دوی خپل درس شروع کوي هلته هم بیا ډېر تفاوتونه مد نظر نیول کیږي فرض مثال که چیرې تاسې وګورئ یو هلک ته که چیرې هغه مکتب ته ځي هغې ته ورکوي سل افغانۍ جلکۍ ته که مکتب ته ځي هغې ته ورکوي یو 50 یا 40 بلکل پته هیڅ ضرورت نه ورته لري او لکه تی ورکوي وای کېدی سي په کار دي سي یعنی دا ډېر هغه مسایل دي چې اتومات د یو فرد په ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي او په دې کې متاسفانه فامیلونه مقصر دي او دا باید مد نظر ونیسي بیا تمه توقع د دې هم کیږي وای دومره درس دې وویلې مکتب ته هم لاړې اخر اول نمره هم نسوې در حالې کې د هلک ډوډۍ تیاره ده چې کله کور ته راځي د هلک کالی پاک دي چې کله کور ته راځي د هلک ټول هغه ضروریات چې دي په یو فامیل کې هغه ورته آماده دي چې دا کله ستړی له مکتب نه راځي خو یو جلکۍ که راځي هغه به اول که د غرمې ډوډۍ نه وي تیاره هغه به ډوډۍ تیاروي بیا به پس نه هغې نه خپل فامیل ته رسیدګي کوي اخره کې به دا ډوډۍ خوري او بیا به نیمه شپه کې نه ده به درس وایي بلکل استاد تاسو په یادونه وکړه ډېر ښه موضوع ته اکثر کورنۍ داسې دي چې اصلا خپل نجونو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغه کتاب راواخلي د مکتب په کور کې درس وایي که چېرته کراره ناسته وي هم هېڅ کار به نه وي خو که چېرته دا پاسېږي خپل کتاب راخلي خپل درس وایي بیا دا فتن د کورنۍ د غړو له خوا نه یا داسې هغه کسان چې پراست کې دي د هغوی له خوا نه یو کار ورته سپارل کېږي چې درسونه دې په مکتب کې وایه دلته د کور کار وکړه داسې ستونزې رامنځته کېږي همداسې ده متاسفانه په ذهن باندې استاد دوی څومره فشار راولي ډېر زیات ډېر بد تاثیر کوي ډېر زیات بد تاثیر کوي او الحمدلله دومره زحمت کشه چې انجونې دي هلکان زه فکر کوم لږ څه نه څه بې پروا دي او انجونې بیچارهګانې مسؤلیتونه یې هم ډېر زیات دي او دوی باید رستګي هم ډېره زیاته وکړي او دا اتوماتیک نه تنها دا چې په دې تحصیلي او تعلیمي او علمي عرصه د ژوند کې ډېر منفي تاثیرات لري په نورو برخو د ژوند کې ډېر منفي تاثیرات لري دا یعنې واداره کېږي دې ته بیرته چې یعنې خدای نخواسته دا عقدهیي منځته راسي د ما سره مې فامیل داسې کړي نو دا هم مجبوره ده چې دغه عقده انتقال کړي نسل په نسل باندې بدبختانه ما ډېر داسې لیدلی دي بیچاره جلکۍ د مکتب نه راسي او د باندې ښه ډېر کالي پراته وي اول باید بدون دې نه چې هغه خپل لباس تبدیل کړي که نه دا بیچاره اول مجبوره ده چې هغه د ماشین اوبه خو تبدیلې کړي بیا پس له هغې نه لاړه سي بلکل دا ستونزې ستاسو استاد واقعیتم دا ستونزې استاد په کل کې د افغانستان لپاره وي د ټولنې لپاره څومره زیان رسوي بدبختانه چې د همدغه ستونزو له امله ډېری مشکلات نور هم پیدا سوي دي د یو طفل او د ماشوم اولینی مکتب د مور غېږې ده او که چیرې د مور ذهن د هغې ذهن آرامه نه وي آماده نه وي دې ته چې خپل طفل وروزي نو تاسو فکر وکړئ په یو اجتماع کې همدغه مور ده چې یو طفل تقدیموي اجتماع ته نو دا به څومره ډېره منفي تاثیر ولري بلکل ډېر زیات آهسته آهسته هغه نفر دلسرده کېږي د درس نه آهسته آهسته هغه مایوسه کېږي د دې نه چې یعنې د دومره مشکلاتو سره زه د نورو مبارزه نسم کولی آهسته آهسته دا واداره کېږي دې ته چې دې ته بعضې رواني مشکلات پیدا سي آهسته آهسته دا واداره کېږي دې ته چې دا حتی یو بل چا ته پناه ویسي
بالکل دا مسائل دي استاد کچیرته په کورنۍ کې وجلې د خپل ورور لخوا د خپل پلار لخوا نه پری خوده کیږي د دلته سیدا مکتب ته بزی د مکتب ټایم به مشخص چې کله کور ته راځي ته اجازه نه ورکول کیږي چې د خپل درسونه وي د څه ورته د مور کې داسې الله په مکتب له حد لاقل یو بل کورس ته لاړ سي چیرته لاړ سي بل تعلیمي مرکز نه د دې د مور مسولیت څه د پدې برخه کې کوم رقم الفاظ باید دې ته وي داسې دې ته څنګه په ما استلا دلداري ورکې چې دلته خاص تاسو ډیره خو زما د ډیره دغه دی مهربانه دي کړه ډیره یو خو موضوع ته اشاره وکړه او تاسو په یوه د هر فرد په پیشرفت کې دغه د مور لاسي د هر فرد څنګه جلکی څنګه هله کې دغه د کورنۍ خصوصا د مور یعنی اولنۍ اقدام د موري بالکل او بدبختانه څنګه په افغانستان کې دویم نفر حسابيږي اما ډیر زیات تاثیر لري او خوشبختانه چې انګیزه ورکول د مور له طرف نه دا بایست پیشرفت د مغفرت کیږي دغه انجل کوي مثلا که اگر راځي اول قدم کې سلام ورکوي خپل پلار ته یا مور ته یا هر چا ته چې فقط دا ورته وایي چې ستړي مسې زه فکر کوم دا ټول هغه خستګي چې ده هغه ټول د باندې نه ځي دویم دا چې مثلا یو شي ته باید متوجه اوسېږي کنه کچېری هلاک او جلکی دواړه راځي د مکتب نه دواړه هم سنفیان هم دي دواړه په عیني سیستم باندې روان دي سره هغه کلمات چې هلکان ته استفاده کوي د ترحم نکونه هغه کلمات چې جلکی ته هم استفاده کوي ډیر زیات بخښي مثلا وایي ته کې نه ډیر سره تو ورسې یو ګلاس اوبو ترانو یعنی که دې سي ترتي یو عادي خبره معلومه سي اما جانب مقابل خو بالاخره انسان خوده تفاوت خو ویني خپل تشخیص کوي او دغه یو یو ښه کلمه یا مثلا دا چې دواړه ته یو ګیلاس کېږدي او وایي چې ولا ستړي راغلی یا مثلا هغې ته وایي چې ته دې درسو ته دې متوجه اوسه حتی عقل جلکۍ ته م ورته وایي چې د تا څنګه سو څه شي امتحان لرې کوم کارخانګي دې پاتې په کوم چیرته ته مشکل لرې نه لرې یا لاقل څه ته اړتیا لري نه لري څه شي ته ضرورت لري د تاسو خبره یا نه متاسفانه دا مد نظر نه نیول کی دیدی داسې مسایل دي چې حتی من هيسي یو ننګوار حتی غجل کی خپل مور ته نسی وای نه بالکل نو دغه فضا که چیرې د صمیمانه په شکل باندې مختلف رسیدې فکر کوم ډیر مثبت تاثیرات ولري استاد مننه استاد ستړي مشي بیا هم خیر اغلی استاد په دې اخر کې خو موږ تاسو ک ویوینو چې خويندې زموږ استاد سو زیاتره پانتونو ته مکتبو ته اجازه ورکول کیږي دم باید نه دونه نیسو په خوا په کمتر خلکو توجه کوله د خپل لورګانو خويندو ته اوس زیاتره توجه زما په نظر زیاته ده ځکه چې په زرګونو جلکیان په کابل ښار کې مکتب ته ځي داسې ولسوالۍ په سطح باندې ځي نو دا د خوشحالۍ ځای دی او هغه ځینې ستونزې چې تاسو یادونه وکړله دغه هم ښه دی چې دغه هم د خیر سره ورو ورک شي انشاءالله او دا خوشبختی ده الحمدلله ما ویل چې دا تیرو شلو کلو کې الحمدلله ډیر ذهنیت سازی سوی ده اما متاسفانه چې دغه اقتصادی موارد چې کنه منځ ته راځي بیا اولویت بندی کیږي نو دا کې لږ څه نو څه بیا خلک خفه سي او عرف ته سیده عرف د افغانستان الحمدلله داسې ده چې مونږ ټولو ورته احترام لرو او په اساس یې هموغه عرف خپل ژوند مخته بیایي خو اولویت دې شرعي احکامو ته ورکړي ډېره زیاته مننه چې پروګرام ته ډېره مننه کور ودان استاد چې راغلي خبرونې ته ډېر ښه خبرې مې درلودې مننه تاسو خیر اوسې لیدونکو تاسو نه مننه کوم چې خپرونه ګورئ اوس هم د یوې لنډې شاندمې وخت ده دمه اخلو بېرته راګرځو لیدونکو هم ستړي مسې په خیر راغلی خبرونه ته لکه څنګه تر سره پستری کې درې ډېرې تکړه په استعدادا محصلین را سره دي انوشا جان لیما جان او لیزا جان سه دوی درې وړه ته حقوق ته پانسي محصلین دي ارسی تان بسیار خوش آمدین و برنامه صفا آوردین انوشا جان از خودت آغاز میکنیم چطور هستی؟ وقت چطور نمیسره؟ سلامت باشین قربان تا و علیزا جان خود چطور هستی امروی درس هم تشکر سلامت باشین شما خوب هستین تشکر سلامت باشین اولی ما چند تا سنگه خیلی شکر ده منه نه سلامون ده نیکی ری تاسی تا و قدر من آلی ده بیره منه نه و علیکم سلام خیر و سکر آدم از این بر ما بگوین انوشا جان که درس هایتان چطور تور میشه پنتون هایتان آقاس چقدر خوش هستین پنتون های ما خو از قبل آغاز شده بود بعد از این تحولات
خب فعلا امتحانای ما خوب میگذرم. عالی. خب فعلا امتحانای تانت چطور تیر میشه؟ امتحانا چقدر مشکل است؟ خب دیگه در درجه باشی طبعا مجبور هستی که بیشتر از کسای درس بخونی که باید اونا در مقابلت هستن و میخوای از اینا بیشتر در قدم اول باشی یا پیشرفت بیشتر داشته باشی. خیلی شما حتما در درجه هستین دیگه که زیاد زحمت کشیدین هم دیگه حتما. خدا چقدر شبا رو همه تو بیدار صبح کردین. فعلا الان میکنین جریان داره. بدون شک به خاطر از اینکه باید به یک جای برسیم مجبور هستیم دیگه سختی ها رو بکشیم. بسیار خوب. لیزا جان خودت چطور از آمادگیت بر ما بگو به امتحاناتت؟ ما خوب از دیگه امتحانات شروع شده است. امتحان ما سپری شده و امتحان چهارم ما است. آمادگی زیاد گرفتیم. قسمی کنوشا جان گفت زمانی که میگه در درجه باشی باید زیادتر کوشش میکنی که بلومون بین دخترم یک قسم بخیلی میباشن. باز شما خود چی هستین؟ شما خوش سنفی هم هستین، خوارا هم هستین، نقل میکنین یکی هست دیگه؟ والا نید، استادا چون زمان که استادا بعضشان که بشناسن خو اجازه نمیتن که یک جای نزدیک بشینیم. ای بابی نقل دیگه جای نمشناسد، نقل که ماهر باشه در سر و سنف خوب بگیم، هر جایش که باشه اونم. خب مشکل ما همین جاست که ما نقل گرفته نمیتونیم. زمانه هر او به خود درس میخونه و ما هم به خود درس میخونیم و کوشش میکنیم که هر دوی ما در درجه باشیم. و زمانی که درباره نقل گفتین کوشش که اگر کسی نقال باشه ماهر باشه کوشش میکنه بگیره بر حالت که باشه. ما مشکل اساسی ما اینجاست زمانی که ما میخوایم، یعنی اگر اول خوب نمیمونم زیاد کوشش میکنم که خودم حل کنم. زمانی که در یک سوال هم اگر شک داشته باشم باز که بخوایم که پرسان کنم یا چی کنم بازورم گرفته نمیتونم چون گوشم کاملا هیچ شنوایی از دست میاد. کار میشه اگر رقم آدم ها می نمیاد دار مثلا نقل میتونم که با دیگران نقل بتونم باز خودم که هر چی برام بگید خب بلند نگه من هم شنوم. بله مشکل. لیما جان تو درسونه دی سنگ تیری گی امتحانونه دی چمرا ورتا خوشحاله؟ والا موږ خو اوس فاینل امتحانونه هم دي له خیره سره بله ورځ فارغېږو او خپل فراغه سند ترلاسه کوو نو په همدې کوشش کې اوس ښه تېرېږي امتحانونه ځان ته یعنی اوس بس له د پوهنتون هم څه خلاص موږ په همدې کې اوس یعنې په آینده کې موږ یو بل مصروفیت هم ورسې امتحانونه ځان ته خو پوهنتون دوره خپل ځان ته یې درسونه هم روان دي ډېر دلچسپه جالبه. ښه ډېر ښه. لیما جان د دې په هکله راته ووایه چې د پوهنتون فضا اوس څنګه ده؟ څومره خوشحاله یې؟ څومره ورنه راضي یې؟ والا زه د سیم سلا والا م خوشبینه په خپل ځان کې اوسم خوشبینه ما کلاس طالبان راغله تقریبا ډار و پکې کنه یعنی ډار و ټول هغه کې څنګه به شاید خزینه اجازه ونه لري درسو ته کار ته وظیفه ته خو فضا یعنی خوشبختانه ما سید م خپل درسو ته تقریبا هفته بعد درسونه شکر تقریبا فضا یعنی ما سید درسونه خیلی لکې پکې ډیر ښه ده. تشکر ده چې ښه تیریږي. دوی دواړه خو خویندې دي، تاسې درې واړه بیا صنفیه نه یي. دا ډېر جالبه ده که نه تاسې کې بیا کوم یو ډېره دغه ده شوخ ده نجونې خو لږ زره دغه مې قصه یي مې که نه معلوم ده لیما جان ډېر شوخ ده. لیما جان ډېر شوخ ده، ډېر جالب. نه خدای زده تاسو اوس څه فکر به کوئ ده تاسو دوه نفره دواړه خویندې اوس په دې باندې داسې دغه کوئ که نه؟ نه خپله به م قضاوت وکړي. تاسو څومره ښه پښتو وایي؟ او زما مورینی ژبه او پلار مې هم پښتون ده خو زه لږ زره مشکل لرم هغه لپاره پښتو نه غږېږم وایم یا وری غلط نسی ندیر خیسته پښتو وایم نه که غلط هم سی نو ستونزه به نه یي غلطي هر چا نه کېږي. فکر نه کوم لیما جانې کوم مضمون سره ډېره علاقه لري د پوهنتون په مضاوینو کوم سي وي؟ د خصوصا د جزاشناسی سی جزاشناسی جزاشناسی تاریخ یعنی تاریخی جزاشناسی دا کتابونه است یعنی مثلا کود جزا کتابونه تقریبا دا کتابونه است. لیزا جان از این بر ما بگو که کدام مضمون یا امتحاناتان که سپری شده کدامش بدلت بوده کدامش نبوده؟ تا فعلا عکس مضمون امتحان دادیم خدا را شکر تمامش خوب گذشته اما نتایجش تا حال نمیده نمیفهم اما نظر به ورقی که حل کردیم میفهم صد میگیرم. او ماشاءالله چقدر خوب. ما میخوایم ما تو یک اعتماد به نفس کل دخترها داشته باشم مثل که خود دارین بسیار خوب است. انوشا جان از این بر ما بگو که رشته حقوق چطور انتخاب کردی و فعلا که خواندی از زمانی که انتخاب کرده بودی شروع نکرده بودی چه تغییرات داره؟ خب معلوم دارست حقوق یک رشته است که وقتی که ما یک رشته حقوق انتخاب میکنیم مثل یک دکتر هستیم ما در جامعه چون ما ذهنیت سازی میکنیم برای مردم
و این ذهنیت بهشان میدیم که چگونه باید از حقوقی که دارن استفاده کنن. چون بسیاری از افراد هستند در جامعه ما که از حق و حقوق خود آگاه نمی باشن. بلخصوص خود همی دختر خانم ها و خانم ها همچنان بخاطر که یگانه مشکل جامعه ما میست که بیشتر از افراد علمیت ندارن و آگاه نیستن به این و بخاطر همی انتخاب کردیم و میخواییم که داینده یک وکیل عالی باشم و بتانم و امید ما می است از امارات هم که ما را حمایت کنند و حق و حقوقی که ما داریم او را به ما قائل شوند. لیزا جان می خواهیم از خودی سوال پرسان بکنم که از نظر خودت در جامعه که ما زندگی می کنیم چقدر به یک وکیل ضرورت دیده می شوند باز بخصوص طبقه اون است؟ با طبقه وکیل قسمی که انوشه جان گفتن که بعضی ها هستن که اصلا نمی فهمن که در جامعه داره چه قسم حقوق می باشن. زمانی که بخصوص طبقه اوناس ما زمانی که یک مشکل برشان پیش میشه از لحاظ حقوق که ما مضمونهایی که ما مطالعه می کنیم درباره ازدواج می باشه و طلاق می باشه زمانی که اینی چیزا وقتی که پیش میشه نمی فهمن پیش کی مراجعه کنن و نمی فهمن کورا کی حل کنه. زمانی که یک وکیل در جامعه باشه و در یک کشور باشه و فکر کنم که الان زیاتر کنه حقوقم کلینیکی های حقوقم فعال شده در بخاطر از اینمی که حمایت میکنن همی اشخاصی که درباره حق حقوقشان نمیفهم یا مشکلی که برشان پیش میشه او را چه قسم حل کنن. بنان به خاطر یک وکیل مدافع و همچنان بعضی از بخش قضایی که کار میکنن بسیار مهم میباشه در جامعه تا هم مشکلاتی که دارن توسط از همی وکیل مدافع میتونن که حلش کنن. بسیار خوب، شما هر دوی تان مسئول حقوق هم هستین، ان شاء الله سمستر آخری تان هم است که به خیر خلاص شه. در خانه روی کار چقدر از حقوق یکی از خود دفاع میکنه دیگه هر کس پوسته خونه حقوق هم خواندین سر مثلا یک مسئله رو مادر جان تو میگه این کارو پیش برین باز شما میگین حق و نیست حق اون رو باید پیش برای وظیفه برین. حقوق یعنی معلوم دار از خانه جنجالا بین خواهر و برادر اینا میباشه در تمام فامیلا. خوش شکر فضل خدا تمامشان ما را حمایت کردن و دیگه در رابطه با کار مام دیگه معلوم دار تقسیم از کسق نداره کار کسی دیگه. از دخانه او بخش کار خودا پیش میبرم و بخش کار خودا پیش میبرم. زمانی که یعنی کار از زیبانه همه مادر جانم که بگوی او را انجام بده میگم او از مربوط از او میشه چون او به بود وظیفه دادی به من خود وظیفه ندادی یعنی نمی کنیر باز کارشه بازم اونجا نمی کنم. نه خوب است مثلا در وقت که یک عذر بسیار خوب و معقول نداشته باشه مثلا خیراخصه یا نجور نباشه یک جای مصروف دیگه نباشه باید خودش پیش ببره کار خود. نه صورتی که عذر شرعی داشت از زمانی که من یک کارش میکنم باز میگم یک عذر شرعی بر من بگو باز بعد از اون کارت انجام میده. یا که قرض مثلا تو یک روز کار شکنی سباش باید کار تا بکنه. لیما جان ایت سنگ دست مشکلات سر کور کلاس و گریوان خوبانه زه خو یا وایم د کور بستول مسولیتونه کور خو خ دي شکر زما ورونم دي شکر الحمدلله اوغي ما سره ډیر مرسته کې داسې نه زما ته د احساس را کړی داسې یعنی زه تنه م زه باید ټول کار م هم درس وایم هم په کور کې کورونه وکړم نه داسې نه ده هم یې مور را سره کومک کوي هم یې ورونه را سره کومک کوي دغه نه بیا اوس خو په کور کې چې تنه نه موږ نه بنازولې مې نه زما دې مخلي ټول کنه طبعا. لیما جان ستا لنډ پیغام کوم کسان ستا ویني سره زمونږ لنډ پیغام دا داسې یعنې مونږ اوس فارغه کیږو که نه له مونږ حکومت نه باید تاسې د پردیو تاسې تلویزیون پردې له طریقه مونږ غواړو دا پیغام ورسوو حکومت ته رئیسانو ته وزیرانو ته ټولو ته چې مونږ اوس فارغېږو مونږ باید جامعې ته یعنې مونږ ته د کار او خدمت زمینه برابره کړي مونږ تحصیل کړی همدې لپاره چې مونږ خدمت وکړو حق حقدار ته ورکړو که نه زه ښځینه سم یعنې نورنی دورو یعنې طبقه په افغانستان کې حق خوړل شوی دی یعنی حق نه ده ورکړل شوی دی د همدې لپاره مونږ حقوق هم د لپاره انتخاب کړو حق حقدار ته ورسیږي نو مونږ ته همدغه خواهش لرو چې مونږ ته د کار زمینه برابر کړي تر څو چې مونږ خدمت وکړو. لیزا جان ستا لنډ پیغام خواهش ما از دولت امارات اسلامی امی است که بعد از این قسمی که مرتون گفتم سمستر آخر ما است که ما فارغ میشیم بعد از این مو انجمن وکالت دفاع می باشه استاد حقوقی می باشه فعلا که اینا تمام شان فعالیت ندارن. خواهش ما از دولت است که امی را بر ما دوباره فعال کنن تا ما ادامه تحصیل کنیم و مصدر خدمت به جامعه خود. بسیار خوب. انوشه جان پیام خودت؟ پیام خود ما اول به دختر خانم ها هستن که بسیار مایوس هستن فعلا بسیارشان در حالت هستن که خود ما همچنان در حالت مبهم هستیم و یعنی در این فکر هستیم که آینده ما یک شغل یک پیشه ای را که ما در مرشته که تحصیل کردیم خواهیم پیدا کرد یا نه خیر باز بخاطر از امی برشان میگیم روحی خدا باید عزیز نتن و باید تحصیل خدا ادامه بتن و به نظر خودم باید هیچگاه تسلیم نباید شویم تا سختی ها را نبینیم و بدون شک که به
قله هایی که میخوایم برسیم، به اهدافی که میخوایم برسیم نمیرسیم. و به خاطر می باید کوشش کنن که امو روحی خود از دست نتن و باید درس خود ادامه بتن. و خواست ما از امارت همی است که امو انجمن و وکالای مدافع است و سارنوالیز، با وجود از دیگه دختر خانم‌ها و خانمایی که شغل پیشه قبلا داشتن، به اونام زمینه مساعد شد تا بتانن که به مکار و زندگی خود برسن. بسیار زیاد تشکر نوشا جان کامدین و برنامه ما سلامت باشین. لیزا جان و لیما جان از خودتونم تشکر، کامدین و برنامه ما سلامت باشین. لیدونکو تاسو نه مونږ چې خبرونه ګورئ د مخلو بیرته راګرځو. لیدونکو بیا مسلمه سه په خیر اغلی خبرونه تر سره پاسډی کې ډیره محترم و قدرمن امیرمن آرزو عزیزی را سره ده ژورنالیزم د برخی محصله ده به موږ سره ده پانتونونو د شروع کېدو او دوی د مصروفیت د بیرته پیلیدو په هکله باندې را سره خبرې اترې ولري. آرزو جان سلام، خوش آمدی، صفا وردی بغرم. ډېره مننه فرشا جانې، سلامونه تاسو ته او ټول لیدونکو ته وړاندې کوم. امید لرم چې شعور او ساعت اوسئ. ډېره مننه کوردن تاسو څنګه یې وخت هم څنګه تېرېږي؟ زه ښه یم، مننه. شکر دا څنګه ارزو جان، شپږ میاشتې پانتونونه تړلي ول، وروسته له شپږ میاشتونه چې کله بیرته پانتونونه پیل شول څومره ورته خوشحاله وئ؟ بله فرشته جان، قسمه که ما میفهمیم پانتون کابل به مدت 6 ماه برای دانش آموزان پسر و دختر بسته شده بود و به تاریخ 7 او دوباره بازگردید و فرصت از این مساعد شده که محصلین دوباره به درس ها حضور پیدا کنند و به درس های خود ادامه بدن. من واقعا من حیث یک محصل خیلی خوشحال هستم که فرصت از این مساعد شده تا ما دوباره وارد پانتون شوم و به درس های خود ادامه بدم، چون در این مدت که ما در خانه بودیم واقعا یعنی یک شرایط خیلی سخت را سپری کردیم. اوضاع دفعتا تغییر کرد و واقعا کنار آمدن محصلین با این شرایط خیلی دشوار بوده و با تمام محصلین یک ناامیدی دست داده بود. خب بعد از روزهای خبر خوش به گوش تمام محصلین رسیده و این آغاز پانتون ها می باشه که واقعا جای خیلی خوشحالی است. بله آرزو جان، استقبال به خصوص دخترا محصلین در کل و به خصوص باز دخترا چگونه بود از اینکه پانتون آغاز شده بود؟ چقدر خوش بوده؟ خب در روز اولی که ما به پانتون رفتم واقعا محصلین از شروع پانتون ها خیلی خوشحال به نظر می رسیدن. شور و شوق آمدن به پانتون در چشمانشان دیده می شد و شخصا خودم وقتی که دوستای خود را دیدم و همچنان با استادای خود ملاقات کردم و فرصت از این مسائل که دوباره با آنها ارتباط برقرار کنم واقعا حس خیلی خوشایند به من دست داد. بسیار خوب. از این بار بگوین آرزو جان، تغییرات که آمده چی است؟ مثلا یکی خوب فکر کنم تایم ها تغییر کرده، مورد از بار ممکن که دیگه چی تغییرات آمده؟ بله قرار است که تغییراتی که به وجود آمده است که دخترها و پسرها باید در تایم های جداگانه وارد پانتون شوند و دخترها باید از طرف صبح، پسرها باید از طرف چاشت به پانتون حضور یابند و به درس های خود ادامه بدن. خب چون 30 روز است که از شروع پانتون ها میگذره، تغییرات که ما متوجه شدیم امی بوده که قبلا محصلین یعنی با لباس هایی که خودشان میخواستن میتونستن وارد پانتون شوند و حالا باید حجاب اسلامی بتن داشته باشن و همچنان ای که بعض از یک مضمون در تمام مضامین ما اضافه شده به نام مدیریت بحران و ما فکر میکنیم که یک تغییر مثبت است، چون در شرایط فعلی ما نیازمند مطالعه همچون مضامین هستیم و دیگه ای که شاید مضامین ثقافت ما کریدیتاش اضافه شود. خب شاید تغییرات، چون یک سیستم درسی برای محصلین یک سیستم جدید در نظر گرفته شده، شاید تغییرات شاید تغییرات بیشتر باشیم در روزهای آینده. بله از تغییرات که آمده فعلا مثلا شما یادآوری کردین تایم هایتان تغییر کرد یا همین که در نوع لباس های دخترها تغییرات آمده راضی هسته؟ بله با این طرح که امارت اسلامی برای محصلین در نظر گرفتم ما اصلا هیچ مشکلی نداریم، چون که قبلا چی حالا چی قبلا چی که ما با پسرها درس بخونیم و یا بدون پسرها درس بخونیم، هدف ما از آمدن به پانتون درس بوده و ای که می فرصت دوباره به ما مساعد شده و که ما پانتون بیاییم و با ما هدفی که داریم برسیم می کافی است. بله ما راضی هستیم، اصلا هیچ مشکلی نداریم. بسیار خوب. تعداد دخترها اصلا در اول که بود در دوران جمهوریت تغییر کرده یا خیر به اون اندازه که وقت دخترها علاقه مندی داشتن به درس می آمدن حالا؟ خب روز اول که ما به پانتون رفتم یعنی حضور دخترها در پانتون دیده می شد مانند قبل، چون بعد از یک مدت طولانی پانتون شروع شد و واقعا هم علاقه مند بودن که دوباره به پانتون برون و به امید می بودن که پانتون ها دوباره شروع شود. خب بودن دخترها یعنی چون روزهای اول بود، در روزهای اول تعداد محصلین کمتر می باشد، طبعا دیگه در روزهای آینده امکان داره که تعداد دخترها بیشتر شود. بسیار خب آرزو جان، خواهد از این برنامه چطور شد ژورنالیست به انتخاب کردی و چطور که باز را یافتی؟ چقدر زحمت کشیدی؟ فرشته جان، من وقتی که مکتب می خواندم
علاقه داشتم که یک رشته ای را بخوانم که من بتونم که از طریق از او واقعا پیشرفت کنم، با آرزوهایی که دارم برسم. در اول من خوش داشتم که به رشته طب کامیاب شوم، چون که در مکتب خیلی خوش داشتم که من باید اولم را فارغ شوم و چونی که خیلی من علاقمند ای بودم که باید اولم را باشم در مکتب، به این خواست خود رسیدم. اما این باعث شد که من باز بودی اولم را در مکتب؟ بله، در مکتب اولم را بودم، اولم را فارغ شدم. خب این باعث شد که من زیادتر در مکتب سهم بگیرم و از کنکور فاصله بگیرم. و ما در انتخاب دوم که 15 ژورنالیسم بود کامیاب شدم. و برای علاوه که علاقمند رشته طب بودم، من رشته ژورنالیسم خیلی علاقمندی داشتم و وقتی که کامیاب شدم خوشحال شدم. وقتی که پانتون رفتم و با دوستا ارتباط برقرار کردم، از درس‌ها خیلی راضی بودم. امی باعث شد که علاقمندی من بیشتر شود و من دوستدار ادامه بدم. بسیار خوب. میخواین تا کجا را ادامه بدین رشته را؟ مثلا حال که میخوانین پانتون تا 4 روز بعد من برسه، باز بالاخره در یرسه کار خواد کردین؟ بله بله، من آرزو زیاد دارم. برای اینکه بخیر پانتونم خلاص شد، میخوایم که ماستری بگیرم. و بله، چون من رشته ژورنالیسم میخوانم بخش روابط عامه، میخوایم که ماستری خود بگیرم. برای اینکه ماستری خود بگیرم، بله علاقمند هستم که در رسانه ها کار کنم و به می آرزویی که دارم برسم ان شاء الله. در کل آرزوجان دخترها در افغانستان، بخصوص در چه در شرایط قبلی چه در فیلیپ، مشکلات خود را داشتند در هر عرصه. فعلا دخترایی که مسئله هستند و درس می خوانند، مشکلات همشون چی است در کل در جامعه از نظر خودت؟ در کل در جامعه مشکلاتی که یعنی بر دخترها وجود داره، شاید ای باشه که دخترای جامعه ما یعنی تعداد زیادشان شاید از طرف فامیل حمایت نشن. فامیلشان شاید، مثلا خودم در ژورنالیسم میخوانم، رشته ژورنالیسم ادامه میدم، خب فامیل ما علاقمند بوده که من رشته رو بخوانم. خب به می نگاه بعض از فامیلا میخوان که یعنی راضی به این نیستن که اولادایشان به پانتون برن و به درسای خود برسن. خب شرایط دیده به این مشکلات دخترها خیلی موجی هستن. و ای که چون شما میفهمین که شرایط افغانستان چگونه است، شاید فامیلا هم در این عرصه قدر مقصر نباشن. بله. از این بار ما که این آرزو جان که 6 ماهی که پانتون نبود رخصت بود، مصرف چی کار بودین؟ خب ما در این 6 ماه واقعا چون در خانه بودم دیگه، یکی خو استرسی بود که دوباره پانتون شروع میشه نمیشه، فشار بود. اما با وجود از اون چون گفتیم وقت سپری شد، به یک نحوه وقت سپری شد، من علاقمند مطالعه کتاب هستم، کتاب های رمان بیشتر مطالعه میکنم و در پلویش داستان. بله، من قسم وقت خود سپری میکردم و یا که در خانه تلویزیون میدیدم، یک ساعت بیکاری و با خانواده مصروف صحبت. بسیار خوب. دوست صمیمیت کیست آرزو جان؟ من در پانتون یعنی تعداد دوستای من خیلی زیاد هستن. خب دوست صمیمی فعلا کس به نام حسنا، یک دختر از پانتون. دختر واقعاً... زیاد خورخنده می داشت. بله خیلی زیاد. بعضی دخترها باز بسیار زیاد اجتماعی می باشن. از جمله ما هستم. بسیار خوش دارم که امروز یک دختر نو معرفی شم، خورخنده می شود. بسیار زیاد علاقه دارم. آرزو چون اسی بر ما بکنید که در فامیل بر علاوه شما دیگر هم خواهرایتان هستن پانتون میرن نبیرید که شما کلان خانه هستید؟ نه خیر، ما از دخترها خورده خانه هستم. خب بله، 3 خواهر هستیم، 2 برادرها و یک خواهر ازدواج کردن، پانتون تمام کردن و یک خواهر دیگه از اونها هم پانتون تمام کردن و ما خورده خانه هستم. خب بعد از ما یک برادر ما از خونه مکتب میره. خیر شما دیگه نازدانه خانه هستید؟ خوب است دیگه. کس خورده خواهر باشه دخترها باز قدر زیاد فشار کار در خاره نمی باشه سرش؟ بله واقعا، ما یعنی به ما اندازه‌ای که میتونم در کارهای خانه سم میگیرم. خب آخر چی را خوش داری در کارهای خانه؟ در کارهای خانه خب ما زیادتر خوش دارم که خب خوشم دارم یا نداشته باشم، اما کار خانه است. بله باید انجام بدم. ما در خانه ظرفشویی زیاد خوب هستم، اما علاقه من به پختن دیگ نیستم. به این خاطر دیگر کاری که در خانه پیش آمد انجام میدیم. بله، بسیار خوب. زیادتر دخترها در این خانه ظرفشویی به عهده همین دختر خانه همی باشه. بله. باز که خوردم باشه دیگه او وظیفه‌اش میباشه آشپزی. خود اگه طبعا در خانه کار مادر است و پیش میبره دیگه غذای که شیر احمد تیار میکنم، خدا کنه که خوشتان بیا. شیر احمد از سنگ است استا بخلی؟
ضرورت خیر شیرینین تیر او اروز جان خوش آمدید به برنامه. اروز جان یک جورنالیست خوب، چی دختر باشه چی بچه، باید کدام خوبی را داشته باشه؟ خب یک ژورنالیست خوب باید اولین خوبی که باید داشته باشه خوب ارتباط برقرار کنه با کسایی که در جامعه است، چون یک ژورنالیست صدای یک جامعه می باشه. اولین خوبی که در وجود یک ژورنالیست باید باشه این باشه که بتونه با مردم خود به مون نحوی که مخاطبایش میخواه ارتباط برقرار کرده بتونه و کوشش کنه که مخاطبایش راضی باشه از پیشش. در قسمت امیل باس و چهره یا مهم است؟ بله خیلی مهم است. آرزو جان ماشاءالله بسیار صدای خوب داره و بسیار یک ژورنالیست خوب است. آینده برنامه سیاسی را که پیش بره بسیار خوب است. تشکر میکنم. بخاطر که کم چیدی است تو. آجان؟ چیدی در لگه سکر. خدا سیده چی در ژورنالیستان فرق که ایزینی او گوره دیر دیر خوشحاله ای کنه تفریح خبرونه د پاره دیر شوډی کنه ځینې خبرونه دي چې ټاک شو دي لکه چارواکي مشران غواړي سره خبره ترې کوي ځینې دي سیاسي پروګرامونه دي نو دغه فکر وکړو چې ټول ژورنالستان په هر برنامه کې نشي کولی فرشته نشي کولی سیاسي پروګرام کې لار شي مخکې بوزي داسې زموږ نورم کاران چې دي لکه د سیاسي خبرونه دل درولې هغه نشي کولی چې مخکې بوزي نو د هر یو برخه کار استعداد خپل ځان ته ټاکي چې کوم ملتدا کولی چې خپل کار داده طبعا هر خبرونه دا شیر احمد مثلا سیاسی خبرونه ځان ته سبک لري چې باید پرزنټرانه په نظر کې ونیسي نیسي همش او ټولنیز خبرونه ځان ته تفریح خبرونه ځان ته دا مسائل دي. پیام کوتاه خودت آرزو جان. دیره مننه مفرشت جان استا و سال دعوت څخه زه د ژورنالیزم محصل له ټولې کورنۍ څخه هیله من یم چې خپل اولادونو ته اجازه ورکړي تر څو چې خپل درسونه ته ادامه ورکړي تر څو یو ښه او روښانه آینده ولري او خپل تعین شوي اهدافو ته ورسي. بلکل ډیره مننه آرزو جان چې راغلې خبرونې ته کور دوده. مننه کوم لیدونکو تاسو نه مننه چې زموږ خبرونه ګورئ. لیدونکي نور میلمانه هم راسره دي په خبرونه کې اوس یوه لنډه تمه لرو وروسته له دمې نه بیرته راګرځو. لیدونکو بیا هم ستړي مسئ په خیر راغلئ خپرونې ته. راسره د خپرونې په دې برخه کې په سټوډیو کې محترمه نیګینه اوریاخیل د طب پوهنځي استاد راسره ده په خپرونه کې. استاد ستړي مسئ په خیر راغلئ خپرونې ته. تشکر یک جهان. ما همچنان سلامهای خدا به شما و به بینندگان عزیز تقدیم میکنم و صحتمندیشون از بارگاه عزیز متعال تمنا دارم. سلامت باشین استاد. شما چطور هستین همراهی پوهنتونها و درسها؟ شکر الحمدلله میگذره. نظر به شرایط قسم که به شما همچنان معلوم است تعداد مسئولین کم شدن، ولی بازم الحمدلله در نهادی که ما کار میکنم فضل خداوند خوب است مسئولینشون. خب بسیار شکر که خوب است. استاد در آغاز فضی بار مگن چقدر میشه که چقدر وقت میشه که استادی میکنین و چقدر شاگرد تربیه کردین؟ تقریبا مدت 3 سال میشه که ما سمسترهای اول 2 پنجه تب انگلیسی تیبی درس میتم. تقریبا در 2 پنتون درس میتم، در یکی از پنتون های دیگه انگلیسی حقوقی درس میتم و در پنتون که بر فعلا هستیم انگلیسی تیبی را. خب بسیار خوب. علاقه مندی و موجودیت دختر ها فعلا چطور است در رشته طب؟ فضل خداوند رشته طب یک رشته است که در هر نوع شرایط به شما معلوم است که یعنی کار داره ضرورت است. بله خوب هستن فضل خداوند. بازم به تناسب قبل در هر صنف تعداد مسئولین از سابق کده کمتر شده، ولی بازم خوب است. استاد چقدر خوشبین هستین به اینکه دوباره پنتون ها شروع شد و تمام میتونن دوباره برگردن؟ یک خبر بسیار خوش از شروع شدن پنتون های دولتی، خصوصی خو از قبل قسمی که به شما معلوم است شروع شده بودن، دولتی ها که شروع شدن یک خبر بسیار خوش است، به خاطر که پنتون تیبی و پنتون کابل همچنان فکر کنم چند روز شده که فعالیتشان آغاز شده. طبعا یک خبر خوش است به خاطر مهمترین بخش تحصیلی است بر افغانستان. تا بخش تحصیلی رشد نکنه هیچ بخش دیگه نمیتونه رشد کنه. بله استاد چی باعث شد که شما رشته طب را در رشته استاد شما خودتان در مورد تحصیلات خودم بر ما بگید؟ من فارغ تحصیل پنجه فارمسی پنتون کابل هستم. مدت 5 سال شده فارغ شدیم و در نهادی که من کار میکنم در بخش عملیات دیپارتمنت هستم و همچنان در پهلویش مضامین انگلیسی تیبی را همچنان درس میتونم. خب بسیار خوب. استاد شما یادآوری از پانتونهای دولتی و خصوصی کردین میخوایم در باید یک سال پرسان میکنم. پانتونهای خصوصی زیادتر اسنادش مدار اعتبار نیست در ارگان هایی که یک کس میخواه کار بکنه، مثلا یک کس پانتون شخصی را خونده تا یک کسی که اسناد پانتون دولتی را در دست خود داره از اسناد دولتی معتبرتر است از شخصی کرده. علتش چیست؟ فکر کنم یک علت عمدهش کیفیت باشه، به خاطر که کیفیت پنتونای دولتی
طبعا بالاتر است نسبت به کیفیت پنتونای خصوصی، ولی تا جایی که من خودم در نهاد کار میکنم از اونجا معلومات دارم. باور کنین اینقدر محصلین ورزیده و لایق ما در بخش طب داریم و در بخش حقوق، در بخش اقتصاد، بله، شریعت بسیار محصلین ورزیده داریم. ای کاش من هم دمی آرزو هستم که نمی تفاوتی که بین پنتون دولتی و خصوصی است کلا از بین بره. بختی رو نمو زامت باور کنین بهترین کدرهای رمیال همکارهای ما هستن یا مسئلینی که هستن ما دیدیم بهترین کدرها ما داریم در نهادهای خصوصی و ما همه اینمی توقع دارم که ای کاش اینمی تفاوتی که بین نهادهای دولتی و خصوصی است کلا اینمی تفاوت از بین بره. بختی رو لیاقت لیاقت است، اگر نهاد دولتی باشه یا خصوصی فرق نمیکنه. بسیار خوب استاد، میخوام بپرسم هدف را که در زندگی هر شخص برای خود تعیین میکنه، حتما شما از جمله اشخاص بودین که هدف برای خود تعیین کردین، رسیدین ورش یا یکی میخواین نگم نخیر تا یک جایی بر شما معلوم است که هر کس که در افغانستان زندگی میکنه اکثرا رشته را خودش را میخواین از رشته خود پس میمانن. ما همچنان چون پنجه فارمسی را خواندیم بسیار خوش دارم که در رشته خود یعنی میخوایم که بخش فارمسی بر اوناس رشد کنه. به شما معلوم است که در افغانستان کدام دواخانه مشخص نیست که از اوناس باشه یا مثلا شرکت هایی باشه که طبقه اوناس تقویه کنن. بسیار خوش دارم که در رشته کار کنم، اگرچه حال همین در رشته زیاد نزدیک هستم، طب فارمسی زیاد نزدیک هستن، ولی بازم هدف دیگه دارم که به قله های بلند برسم اگر رضای خداوند باشه. انشالله حتما. استاد در شرایط فعلی نه تنها در بابت شاگردان که مسئولین هستن که میخواین در سوال در مکاتب پیش ببرن، در کل در جامعه بزرگترین کمبود و مشکل بانوان چیست به نظر شما؟ به نظر من بزرگترین کمبود و مشکل بانوان اینمی است که در بخش طب هم بعض مشکلات دارن و ناز بخطر بعض مسئولینی که مثلا یک رشته را میخوانند داینده نمیتونند در رشته پیش برند. دیگه بعض معاملات های فامیلا هست که به شما معلوم است که بخصوص طبقه اوناس بعض معاملات ها را از طریق فامیلا خود دارن، یا اگر از مکتب فارغ میشن میگن لازم نیست شما پنتون بخوانین، یا اگر از پنتون فارغ میشن در بعض فامیلا اینا لینک میشن که از او به بعد نمیتونند درس خود ادامه بدن، مجبور میشن مصروف فامیل داری و اولاد داری و بعض مسائل دیگه زندگی شوند. مهمترین چیز در این بخش نمی است که هر شخصی که اگر دختر باشه یا بچه باشه در هر بخشی که خودش علاقمند از دمو بخش بتانه رشد کنه پیش بره، فکر کنم کمی کاستی جامعه هم میتونه پوره شده. بله بدون شک. استاد خوش آمدین. زنده باشین. تشکر. بسیار صحبت های خوب است، اما یک چیز دیگه است که دختر خانم ها بسیار به تشویش بودن. بله. مکاتب که میرفتن و پنتون میرفتن احساس نمی کردن که دوباره ما را خواد امارت اجازه نده و شاید ادامت درسای ما باقی مانه. حالا که در دو سه چهار روز که میرین و چی احساس دارن امی دختر خانم ها؟ چیز صحبت همراهتان کرده در جریان وقفه درسی؟ بله، یک تعداد تا از فامیلا که خبر شدیم بسیار زیاد به خاطر همین پنتونا که شروع شدن خب بسیار یک دلخوشی شده بر مسئلین، به خاطر که بخصوص کسایی که نو شروع کردن سمستر اول دوشان بودن اونا بسیار مایوس شده بودن که چطور خواهد شد درس ها پس بانه، یا مثلا آیا ما دیگه هیچ ادامه دادن میتونیم. خیر، شروع شدن پنتونا یک گام بسیار مثبت است و بسیار یک خبر خوش است بر مسئلین. و این چیز گفته خو نشده که در ماشای استازا کمی یا چیزی گفته خو نشده؟ ولی از کدام نهاد موثق من معلومات ندارم، تا جایی که از چهار طرف معلومات دارم فکر کنم کم شده. خب بسیار خوب. استاد از تجربه استادیتون بر ما بگوین، بعض وقتا در شروع در اول وقتی یک کار یک کس نه آغاز میکنه و از اتفاقات خوب و جالب اتفاق میفته. استادی هم این شکل است، زیادتر از حتی از دیگر بخشا کرده. از خاطرات جالب دارم بر ما بگوین. خاطرات جالب و من زمانی که صنف 11 مکتب بودم درس میدادم، یعنی از بعضی کورس ها شروع کردم، استاد در مکاتب خصوصی و بالاخره که محصل شدم در مکاتب خصوصی درس میدادم که فارغ شدم بالاخره با پنتونا پیوستم. طبعا خاطرات بسیار جالب می باشه. یکی از روزا یکی از محصلین ما در درس بودم، اومدن همونطور بی تفاوت فکر کردن ما بهشون چیز نمیگم، دادشون یک گلاس قهوه بود. ما بهشون گفتم دروازه رو پیش کنین، گفت استاد ببخشید دستم بند است. اما تو بی تفاوت قهوه خودم میخوردن. ما در میسیم که کسون اخلال کنن بسیار اصلا خراب میشن. ما بهشون گفتم قهوه تانه گرفته بیرون براین. خودش یکم عکس العمل نشان داد، گفت استاد یک قهوه خوردن چی است چی دمی
یک خاطری به من بسیار جالب است. و بعض به شاگرد ها هستن باز قدم میگیرن امروی استاد زیادتر وقتا مثلا استاد یک چیز میگیشن باز بعض شاگرد ها فطرت هر کس فرق میکنه بعض شاگرد ها فکر کنم همچی یک مفکوری دارن که در بعض موارد امروی استاد قدم میگیرن ولی استاد کسی که خودش استاد میشه اگر در مکتب باشه یا پنتون یا در هر نهادی که باشه اگر از محصل خود یک بی‌نزاکتی میبینه باور کنین چند لحظه بعد از دلش میره یعنی فطرت یک استاد نمطور میباشه در مقابل محصل خود هیچ قدم نمیگیره مهربانی یک استاد بدون شک چون لقب مادر یا پدر معنوی برش داده شده که از بسیار مهربان میباشه و یکی بسیار زحمت میکشه همراه شاگرد خود یا محصل خودی گپ هست واقعیت هم استاد از این بر ما بگوین که بر علاوه از اینکه شما گفتین در پوانتون استاد هستین چند قبل در مکتب هم استاد بودین کدامش راحت تر بود کدامش بد تب شماست طبعا پوانتون چون هرچی قسم کلان میشه زیادتر نزاکت ها مرد میشه هرچی قبل کلان و سرکار داشته باشه اما قدر باید راحت تر است از مکتب کرده ولی باز هم یک مقطع میباشه که وقتی شما از مکتب نو فارغ میشین در اون زمان فقط یعنی میخواین یک کار پیدا کنین یک جای مصروف شوین در هر مقطع هر کدامش لذت خود داشته برمان بله بدون شک استاد پیام کوتاهتان مشنه پیام کوتاه ما می از به تمام جوانا که پشت درس و تحصیل خود اعلان نتن یعنی ناامیدگی را به خود رخ نتن همیشه کوشش کنن در هر حالتی که باشه درس بخوانن تحصیل کنن تا دست به دست هم داد افغانستان آباد کنیم اینمی پیام ما است بسیار خوب بسیار تشکر ان شاء الله که استاد روز باشه که در هیچ خانه در هیچ یک فامیل دختر نباشه که او سواد نداشته باشه که آرزوهای خود نرسیده باشه بسیار تشکر کنم دیدم تشکر از شما همچنان یک جهان زنده باشید لیدن کو تاسو نه مرنه چې خبرونه مو کته در په دا خبرونه چې در تمړه نکړه تربیه چې تاسو خدمت حاضرې کو په لوی خدای سپارم علامه خوشاله شپه